اطلاعیه 1461 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با موضوع شادی و آرامش سهم گمشده کودکان ایران، کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. شادی و آرامش سهم گمشده کودکان ایران. در این روزهای پایانی سال شمسی، همه نهادهای بزرگ و کوچک، شناخته شده یا گمنام، در حال رایزنی برای دریافت بودجه بیشتری می باشند. اما در این شرایط فراموش کردند که وارثان اصلی این سرزمین میلیون ها کودکی هستند که نه ردیف بودجهی به نامشان هست و نه حامی قدرتمندی دارند که برایشان رایزنی کند و سهم کودکان را از لابی های قدرتمند بگیرد. در حالی که چشمان معصوم کودکان، مخصوصاً کودکان کار، که شرایط زندگی، آرزو و خنده های کودکانشان را به سرقت برده است، کودکی این چنینی نمی داند لابیگری چیست، نمی داند که ملاحظات بودجهی چه معنایی دارد و نه نامی از فتح و مؤسسه ریز و درشتی شنیده است. سهم کودکان کار کجاست؟ در ایران نیز تعداد کودکان کار به دلایل گوناگون رو به افزایش است، اما آمار دقیقی در مورد کودکان کار وجود ندارد. بیش از 20,000 نفر کودک کار در تهران تایید شده است، اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند، آمار دقیقی در این زمینه نمیتوان ارائه کرد. آیا مسئولین با خود فکر کردند که 10 سال آینده وقتی چنین کودکانی که نه تفریحی و نه امنیت روانی و نه کودکی کرده اند، نه هوای پاکی داشتند و حتی آرامش و شادی ندارند، چگونه قرار است آینده این جامعه را ساخته و مدیریت کنند؟ سید سعید زمانیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفته بود 95% بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و امور جاری می شود. پس سهم آموزش و پرورش و حتی خلق شادی، نشاط و آرامش برای کودکانی که باید انسانهای خوب و سالمی باشند کجاست؟ چه تعداد اردوگاه تفریح آموزشی در سالهای اخیر ساخته شده است؟ مگر نه اینکه چنین مکانهایی شرط لازم برای آموزش مهارت‌ها و مفاهیمی پایه است؟ سهم بودجه مبارزه با معضل کودکان چاق و کم‌تحرک کجاست؟ دولت جمهوری اسلامی ایران سالیانه میلیاردها تومان هزینه نهادها و تبلیغات مذهبی، سازمان بسیج، حوزه‌های علمیه، بنیاد فرهنگی قاسم سلیمانی، ستاد مرکزی راهیان نور، آستان قدس امام خمینی، ستاد امر به معروف و چندین نهاد دیگر را که نه تنها هیچ خاصیت و منفعتی برای رشد و ترقی کودکان و جامعه ندارند، بلکه جهت ترویج خشونت، خرافات و عقب ماندگی و ایجاد تنش در منطقه خاورمیانه، این گونه سرمایه های کشور ایران را از بین میبرند و کودکان ما از روی ناامیدی و سرخوردگی، فقر، محرومیت ها و کمبود ها و عدم داشتن امید به آینده به دنبال اعتیاد و یا دست به خودکشی میزنند. امروزه بسیاری از کودکان در سراسر ایران به خاطر بد یا بی سرپرستی، آوارگی های ناشی از بی تدبیری و بی تفاوتی مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به جامعه، آلوده به انواع بیماری های خطرناک، اعتیاد، ترک تحصیل و فقر، یا در شرایط دشواری به سر می برند یا در چنگال افراد پلید درگیر انواع سوء استفاده ها قرار می گیرند، مانند توزیع مواد مخدر، خودفروشی و کار اجباری. رسانه های دولتی ایران از ترک تحصیل 1,000,000 دانش آموز در سال 1400 خبر دادند. با چنین رویکردها کودکان در کجای جامعه فردا قرار خواهند گرفت؟ وقتی این کودکان از رفتارهای ناهنجار، حتی محرومیت از مهر پدر و مادر و شرایط سخت روزگار امروز رنج میبرند و متأثر میشوند، از فردای اینها و فردای زندگی اجتماعی مردم چه خواهد شد؟
شرایط کودکان به شدت تهدید کننده و قابل نگرانی است. ما اعضای کمیته کودک و نوجوان اعلام می‌داریم با استناد به اصل 3 بند 3 و اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی آموزش و پرورش اجباری و رایگان برای کودکان، اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 1 همه آزاد و برابر به دنیا آمدند، ماده 25 حق خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، ماده 26 حق تحصیل رایگان برای همه، ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه، هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین‌المللی حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده تأمین کند و آنها را مورد عمل بگذارد، تا کودکان و نوجوانان کشور ما با امید به زندگی سالم و شاداب پیریزی آینده‌ای بهتر را برای کشور در پی گیرند. دولت جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس تعهدات و محتوای پایان نامه و کنوانسیون حقوق کودک اقدامات زیر را به طور جدی انجام دهد. 1. هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد. 2. زمانی که در رابطه با کودکان تصمیم گیری می شود، باید منافع عالیه آنان در رأس قرار گیرد. 3. کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند. 4. کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می شود، باید مورد توجه قرار گیرد. کاری از قانون دفاع از حقوق بشر در ایران، کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان.